درود به همه، خوش اومدید به چنل داون شیفت. من علی هستم، در کنارتون با یک ویدیوی دیگه از بازی فورزا هورایزن 5 به ویدیوی آموزش دریفت ولی بخش جدیدش. خیلی خوش اومدید، بدون هیچ معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. خب آقا توجه کن، من یه ویدیو قبلا خیلی اون اوایل چنلم یه ویدیو آموزش دریفت گرفته بودم که یه سری ایرادات داشت و اومدم این ویدیو بدون نقص آموزشش رو بگم و اینو بهتون بگم که اگر دریفتتون توی این بازی خیلی ضعیفه یا اصلا دریفت بلد نیستین میخواین یاد بگیرین، بهتون قول میدم بعد از دیدن این ویدیو خیلی راحت میتونین دریفت بزنین توی این بازی، چون هیچ چیز خاصی نیست توی این بازی دریفت زدن، و ولی به شرطی که تا ته ویدیو رو نگاه کنین و به نکات دقت کنین. خیلی خب بچه ها، ما برای دریفت دو مدل ماشین داریم، یکی ریل ویل درایو یا ماشین دف عقب، یا ماشین اول ویل درایو، ماشین دو دف، یا حالا هر چهار تا چرخش به قول معروف کار میکنه توی دهنم نچرخید. من با دف عقب براتون شروع میکنم. برای دف عقب، برای شروعتون بهترین ماشینی که میتونین وردارین برای تمرینتون جز ماشین های فرمولا دریفته، خیلی قیمت زیادی ندارن. حالا این سوپرایی که میبینین یا این M2 اینا مال کارپسه، اینا هیچ، اینا پولیه. من میرم یه دونی که شما میتونین وردارین و میدونم بهترینشون به نظر این داج وایپر هستش، من وردش میدارم دف عقبه. و این ماشینا تیون عادیشون تیون دریفته، یعنی نیاز نیست شما دستکاری کنین. و راجع به تمرینتون، برای تمرینتون بهترین جا برای تمرین دریفت شما این در واقع دریفت زون مپه، دقیقا این دریفت زون نقطه کوهستانی. چرا؟ چون طولانی ترین مسیر و پیچ و پیچ ترین مسیر رو داره و از طرفی براتون هم اسکور هم میزنه. هر دفعه که تمامش میکنین میتونین ببینین مثلا اسکور قبلیتون اگه بیشتر بود، یعنی این دفعه ضعف داشتین، یا اینجوری با خودتون چکاپ کنین. ولی اگر شما میخواین دریفت بزنین باید یه چند تا شرط رو حتما رعایت کنین که اگر رعایت نکنین اصلا تا صبح هم تلاش کنین نمیتونین یه دریفت تمیز بزنین. تراکشن کنترل، استابیلیتی کنترل، حتما این دوتا باید خاموش باشه. حالا ABS یا آنتی لاکتون میخواد روشن باشه یا خاموش، سلیقه ایه، من روشن میذارم، شما دوستان خاموش بزنید، زیاد فرقی ایجاد نمیکنه. ولی تراکشن کنترل و استابیلیتی کنترل حتما خاموش، شیفتینگتون حتما مانوال، دنده دستی اصلا اتومات نه. کلاچ هم ول کنید، کلاچ برای کسایی که فرمون دارن، من خودم با فرمون هنوز بلد نیستم دریفت بکشم واقعا، چون خیلی سخته، من دارم تمرین میکنم با فرمون ولی نمیتونم. به هر حال نمیخوام وقتتون رو تلف کنم، حتما دندتون مانوال باشه. آقا ما ماشینمون رو برداشتیم، الان آماده ایم که دریفت بزنیم. خب برای اینکه شما ماشین رو توی حالت دریفت قرار بدین باید اینو به یاد داشته باشین که ما سه مدل تیون داریم، تیون ریس، ببخشید چهار مدل، تیون آفرود، تیون ریس، تیون درگ، تیون دریفت. شما توی تیون ریس انتظار چسبندگی ماشین به زمین دارین تا توی پیچا خوب عمل کنه و هی کونش در نره. برعکس توی تیون درگ شما اصلا وقتی اون تیون رو بندازین ماشین نمیپیچه در واقع، و فقط مسیر مستقیم رو شما باید حواستون به دنده دادن باشه. ولی برعکس همه اینا توی تیون دریفت شما اصلا انتظار مستقیم رفتن ماشینتون رو نباید داشته باشین. ماشین مثل یه اسب وحشی که شما هر لحظه باید فرمون رو کنترل کنین و فوق‌العاده هرزگردی بالایی داره. خب ما دو حالت میتونیم با ماشینای دف عقب دریفت بزنیم. اول اینه که باید یه زاویه درست کنیم مثل این که اینجوری وارد بشه. شما با دو کار، در واقع با سه کار میتونین کار کنین، یکی با ترمز گرفتن، یکی با یهوی گاز دادن که باعث میشه هرزگردی کون ماشین بشه، ببخشید هرزگردی چرخهای پشتی بشه و کون ماشین در بره، یا مثلا یه ذره ماشین تو استیبل یهو یه ترمز دستی میکشین و این حالتی که میبینید ایجاد میشه. توی ویدیوی قبلی من یه اشتباهی راجع به این بخش داشتم، اونم گفتم که با دنده 3 یا 4 دریفت بکشین، این اشتباه بود. ببینید هر تیون دریفتی که دانلود میکنید نوع خودشو داره، بعضی تیونا 10 سرعتن، 10 دندن، بعضی 6 دندن، بعضی 5 دندن. شما یه بار ببینید که با کدوم دنده بهترین حالت دریفت رو به خودش میگیره و اذیت نمیکنه، و ببینید که اون دنده دنده دریفت اون تیونه. حالا چجوری پیدا کنین دنده رو من الان بهتون میگم. الان این ماشین یعنی داج وایپر 4 دنده بیشتر، 1 2 3 4، بله 4 دنده بیشتر نداره. توی همه تیونا اینو بهتون میگم اصلا روی دنده 1 و 2 حساب باز نکنید. دنده 2 چون سریع به مرحله کاتاف میرسه و ماشینتون رو به اسپین وادار میکنه، ماشینتون برمیگرده، کنترل از دست میدین. یه دنده 3 به بعد حساب کنید. من الان میبینم 2 سریع بزنید 3 وقتی دور دیدین. خب من میبینم 3 کاتاف زیاد داره میزنه ولی ماشین داره هی به معنا ترمز دستی گرفته. میبینم ماشین رو مرحله کاتاف، یه دنده دیگه بهش میدم، دنده 4. همونطور که میبینین من الان دارم رو 4 میرم، میبینم ماشین کاملا اوکیه و من میفهمم که این دندشه. حالا
دنده رو که پیدا کردین، یادتون باشه برای ماشینای دف عقب به هیچ وجه زاویتون رو زیاد اینجوری انگلتون رو درست نکنید، چون بدتر ممکنه ماشین اسپین کنه، چون فقط چرخهای عقبی دارن کار میکنن. من الان فهمیدم که این ماشین دنده 4. خب چجوری دریفت میکشم؟ ببین یه گاز سری میدی، ببین یه گاز یهو میدم، ببین کون ماشین در میاد، شما سریعاً فرمون مخالف میدین، تا میبینین ماشین مثلا داره میره به راست شما میدین به چپ. عین ماشین ها یک همون جمله ای که هاتسون هورنت میگه، بپیچ به راست تا بپیچی به چپ. الان یه بار دیگه نگاه کن، من اینجوری یهو یه ترمزم زدم اینجوری، ببین سری فرمون میدم به راست و ماشین برمیگرده. حالا سوالتون شاید این باشه که آقا ببین من دارم گاز میدم و داره میشه و میره، ولی یهو ماشین اینجوری اسپین میکنه، اینجا باید چیکار کنم؟ خب بزن یه نمونه الان براتون دریفت بزنم. من الان این جلوم یه پیچه، خب میزنم دنده 3 که یه ذره قدرت بدم، دوباره سری میزنم 4، میری ماشین داره برمی، گازو ول کردم یا گازو کم کردم. گازو شما حتما نباید همیشه تا ته نگه دارین، چون مگر اینجوری درست نمیشه. موقعی که زاویه درست رو نگه داشته شما اوکی گازو نگه دار، ولی میبینی یهو زاویهش آقا او داره خیلی زیاد میشه، زیاد شد گازو ول کن ماشین برمیگرده سر جاش. راجب ماشین های دو دف قضیه فرق میکنه. الان حالا شما توی دو تا دنده معمولا توی هر تیون دریفت میزنید، الان توی این تیونی که این ماشین داره یا با دنده 3 یا با دنده 4 کار دارید. دنده 1 و 2 هیچ کاری نداره، این بچه ها بازیه. از دنده 3 ببین، از دنده 3 شما حالت سکون گاز بدی ماشین خاموش نمیکنه، برای همین ولش کن بزن دنده 3 اصلا اول، یا همون سری الان دنده 1 سری گاز 1 2 3، اصلا 1 و 2 رو ولش کن. تا اینجای ویدیو چطوره؟ حتما اگه از این کانتنت راضی هستین حتما لایک کنین، حتما چنل رو سابسکرایب کنین، اگه نکردین حتما نظراتتون رو و حتی سوالاتتون رو توی کامنت ها بنویسین، من حتما جواب میدم. و یادتون نره زنگوله رو فعال کنین. بچه‌ها من هیچ وقت نمیگم، ولی واقعا زنگوله رو فعال کنین، خیلی اصلا متوجه نمیشن من ویدیو گذاشتم و دیر میان میبینن ویدیو رو. خب الان من توی این ماشین با دنده 3 و 4 کار دارم. دنده 3 برای چیه توی این ماشین؟ دنده 3 برای پیچ های خیلی آرومه که نیاز به سرعت زیادی ندارن. یا شما مثلا به معلوم زدم دنده 4 اینو دارم دریفت میزنم، میبینی ماشین داره میکشه، هی با گاز بازی کن. خب با گاز بازی کن، گازو ول کن، دوباره گاز بده، گازو ول کن. هر یه گازی که میدی در واقع داری کون ماشین رو تحریم می‌کنی. حالا من یه دریفت میکشم، سرعت ماشینم کم میشه، الان جون نداره با 4، یهو میزنی 3 یهو جون میگیره، سری دوباره بزن 4. شما در واقع از دنده 3 یا یه دنده پایین‌تر از اون دنده در واقع عالی دریفت ماشینتون، تیونتون، شما دارین به عنوان نیترو استفاده میکنین. خب این بازی نیترو نداره، شما تو دنیای واقعی هم اینجوری به نظر من باید انجام بدین. من تو دنیای واقعی دریفت نکشیدم، اما توی این بازی اینجوری. الان ببین دنده 4 نا نداره بده، میدم 3 یه نیترو میده، حالا میدم 4، خب ماشین جون میگیره. شما در واقع یه دنده پایینتر از دنده مناسب دریفت تیونتون فقط برای بوست دادن ماشینتونه. حالا بزن یه ذره براتون دریفت بزنم و همزمان بگم. ببین من یهو گاز دادم، ماشین یهو رفت اونور، ولی یهو دارم گازو ول میکنم و گاز میدم. شما اون دور موتور رو سمت راست ببینین، متوجه ببین ول میکنم الان دوباره گاز میدم، الان تا ته نگه دارم یهو ماشین داشت برمیگشت گازو ول کردم، الان یهو دادم 3 چون سرعت ماشین اومد پایین، حالا میدم 4، حالا فرمون رو میدم به مقابل، میبینی خیلی راحت. حالا سوال اینجاست که آقا من دارم یهو دریفت میزنم به سمت راست، یه پیچ به سمت چپ جلومه، اونجا رو چیکار کنم؟ من الان میخوام همین کار، آها جلومون اتفاقا یه پیچ داریم، ما الان یه پیچ به سمت راست داریم، این جلو یه پیچ به سمت چپ. ببین اینو میاریم به راست. خب حالا اینجا چیکار میکنیم؟ ترمز رو یهو میگیریم، گازو ول میکنیم و بعدش که جهت ماشین عوض شد دوباره گاز میدیم. الان ببین یه پیچ به سمت چپ، ترمز، گاز ول، فرمونم البته میدین به سمت راست و ماشین میره به سمت راست. خیلی راحت. برای شروع دریفتتون زیاد زاویه ماشین دف عقبو زیادی نکنین، چون یهو انقدر زیاد کنین آقا اسپین میکنه. حتی گازم ول کنی دیگه تو این مرحله ممکنه اسپین بشه. شاید الان بگین خب آقا الان تو اینا رو گفتی درست، تو اوکی دریفت زدی، ولی من هنوز ضعف دارم. خب بچه اون دیگه برای تمرینتونه، تمرین کنین، شک نداشته باشین که کار میکنین. آها ترمز دستی، ترمز دستی راست شو خواهیم تو ماشین دف عقب زیاد به نظر من کارایی نداره. اونجا ببین من الان اینجا بیا ترمز دستی رو نگه داشتم، ماشین یهو بر میگرده. ترمز دستی روی تجربه میگیرین که دیدین اسپین کردم، ترمز دستی زیاد ماشینتون رو بر میگردونه. خیلی توی دف عقب به نظر من به مرور استفاده میشه، بیشتر با ترمز و یهوی گاز دادن استفاده کن. این یهوی گاز دادن که میگم ممکنه با معکوس دادن باشه. الان ببین من بذار یه نمونه دیگه بگم. به من الان دارم با دنده 4 میرم، اوکی الان جون نداره، یهو میدم دنده 3 گازو پر میکنم، یهو
وحشی شد، سری میدم 4، سری بده 4 که هم سرعت بیشتر براش فراهم کنی، هم یه ذره از اون قدرت زیادی که یهو توی اون لحظه داره کم کنی، چون اگه رو همون 3 نگهداری ماشین اسپین میکنه، قدرت زیادیه برای اون قسمت. بچه‌ها برای اینکه حرفم راجع به دنده تیونا اثبات کنم، الان ببین این ماشینی که من دارم این تیونش با دنده 4 و 5 دریفت خوب میکشه. ببین الان من با دنده 4م، خب میبینی داره میکشه، ولی الان رسید به کاتاف، میزنم 5. حالا دنده 5 نها کن، این گازو ول میکنم، یهو گاز میدم، نها کن، ماشین داره خیلی راحت دریفت میکشه. حالا وایسین جلوترش خیلی جالبه، ببین دنده 5 الان میبینم روی کاتافه ها، ولی من بهش دنده نمیدم. میدونید چرا؟ چون قبلا این ماشین رو تست کردم. اگر تست کرده باشین دست میام. الان میدم 6، نگاه کن، نمیخواد بره، جون نداره. بعضی تیونا دیگه دنده های آخرشون واقعا جون ندارن و خیلی باید سرعتم بالا باشه تا دنده 6 یه کاری برای من بکنه. حالا دنده 5 الان جون نداره، میدم 4، یهو شروع میکنه بریف کشیدن و بعد میدم 5. ببین ماشین قبلی دنده 3 و 4 بود، این ماشین دنده 4 و 5. شما با تست کردن اولیه و خطا کردن تو متوجه میشی که آها اوکی، این دنده و این دنده برای این تیون این ماشین اوکیه. حالا چجوری تیون دریفت دانلود کنیم؟ من تیون کردن بلد نیستم، در واقع تیون دریفت، تیون ریس بلدم ولی مال دریفت نه. چی کار میکنین؟ بذار من یه ماشین دیگه بردارم، مثلا همین آقا، همین یارو آکورا، فرقی نداره روی توی گاراژتونین یا همینجا تو حالت اوپن ورلد استاپ میکنین بازی رو، میایین تو بخش کارت، میایین تو بخش تیون کار و اون پایین دکمه تیون براوزر رو میزنین. خب اون پایین دکمه سرچ هست، سرچ رو بزنید، بیاین این پایین، هیچی ننویسین اون بالا، فقط توی دیسکریپشن بنویسید که خیلی راحت بنویسین دریفت و بعدش دکمه سرچ رو بزنید و یه ذره حساب کنید تا اینترنت تخمی مملکتتون کار کنه. بعد از اینکه اینترنت زغال سنگی مملکتتون کار کرد، چند تا دریفت مختلف توی کلاس‌های مختلف میاد. شما مثلا توی ریس‌های آنلاین ما دریفت کلاس معمولاً S1 داریم یا A800 که اینجا همه‌شو گذاشته براتون. من الان مثلا این S1 رو دانلود می‌کنم. آها اونجا میتونین ببینین که آقا اونجا زده، نگاه کن توی درایو ترین توی بخش نیو زده که آقا تیون جدیدی که داری دانلود میکنی ماشین تو الان برام زده از حالت فرانت ویل درایو به آل ویل درایو یا همون چهار چرخ موتور یا همون دو دف تغییر میده. حالا من مثلا دو دف نمیخوام، میگردم، آها این دف عقبه RWD، من اینو مثلا دانلود میکنم و بعد اینکه دانلود میکنین میخرینش، تموم شد، شما یه تیون دریفت روی ماشینتون دارین. حالا ممکنه تیونه شاید اگه به درد نخورد برین تیون رو عوض کنین، شاید سازنده اون تیون زیاد تیونش خوب نبوده یا سلیقه شما نبوده. عزیزای دل من، اومدیم سراغ در واقع دریفت ماشین های دو دف. راستشو بخواین ماشین های دو دف اگر قدرت زیادی داشته باشن، یعنی دو دفای قوی، فرقی نمیکنه زیاد شما تیون دریفت انداختین یا ننداختین، در صورت دریفت رو میتونین باشون بزنین. زیاد ببین دریفت اصلی واقعا بخوای راستش رو قبول کنی با دف عقباس، ولی حالا اگر با دو دف هم میخواین شما دریفت بزنین، اولا بگم معمولا توی دنده های پایین تر دو دفا کار میکنم. مثلا اگر شما همون تویوتای اسپرینتر رو توی دنده 5 و 6 ببخشید توی دنده 5 و 4 دریفت خوب میزد، اگر دو دفش کنی توی دنده 3 و 4 نهایتاً برات خوب دریفت میزنه. ولی الان این ماشین رو من براتون آوردم، این ماشین یه ماشین کاملا رالیه، اصلا هیچ تیون دریفتی روش نیست، بلکه تیون رالی روشه. نها کن لاستیکار، نها کن داره داد میزنه، مال آفرود و رالیه. ولی من بهتون اثبات میکنم این ماشین با اینکه قدرتش بالاست و دو دفه میشه باش دریفت زد. خب بذارین شما توی ماشین های دو دف برخلاف ماشین های دف عقب، وقتی بهتون گفتم توی دف عقب زاویتون رو زیاد نکنین اینجوری، بذار من تو ماشین های دف عقب بهتون گفتم موقع دریفت زدن، موقع شروع، زاویتون رو زیاد نکنین، ولی توی دو دف برعکس، شما هم ترمز دستی رو بغل کنین و هم تا ناموس زاویتون رو زیاد کنین، اصلا یه جوری زاویتون رو زیاد کنین که ماشینتون اینجوری بشه زاویش با خیابون. و به محض اینکه یه داون شیفت یا یه دونه دنده معکوس بدین ماش و گازم بگیرین و فرمون مخالف، ماشین به حالت عادی برمیگرده، چون 2-4 چرخ داره کار میکنه، کونش فقط متحرک نیست، جلوش هم متحرکه. الان ببین میدم دنده 2، میدم 3، سرعت رو زیاد میکنم، حالا ترمز دستی رو گرفتم، نها کن داره میکشه، یه معکوس میدم، یه معکوس دیگه میدم و به نسبت چیز میشه. حالا من دریفتم با ماشین های دو دفت زیاد قوی نیستش، چون زیاد اونجوری اصولی نیستن، ولی به من سرعت رو دوباره زیاد میکنم، ترمز دستی رو نگه میدارم
ناکن دنده یک زدم دوباره برمیگرده. سرعت من الان زیاد بود خب، ولی میخوام الان فعلا الان میخوام حکمو بهت برسونم، بعدش براتون الان دریفت بزنم. ببین من الان برمیگردونم، ناکن دنده یک میزنم ماشین دوباره برمیگرده سر جاش. خب حالا بذار دریفت بزنیم الان. اگر زاویه زیاد ایجاد نکنین سریع از حالت دریفت خارج میشه و دوباره مسیر مستقیم رو پیش میگیره. بذار الان اینجا یه دنده میدم. خب این برا نگه میداریم، معکوس معکوس دنده یک و همونطور که میبینین دوباره میخواد سر جاش برگرده. دریفت تمیزی نبود میدونم، ولی میخوام اینو بگم ترس نداشته باشین. ببین من الان نگه داشتم دوباره هم ترمز دستی بزنین، هی وسط دریفتتون با ماشین دو دفت دوباره ترمز دستی بکشین. اینجا نگاه میبینی خیلی ساده است ماشین دو دفت. این هم از دوباره برمیگرده سر حالت اول. الان من اینجوری که فهمیدم این ماشین با دنده دو سه اوکیه. آکم الان اینو دوباره نگه میدارم، البته سرعت هم کمه، بذاری ذره سرعت همو زیاد کنم. دقت کن این ماشین تیون دریفت روش نیست. خیلی خب مثلا این پیچ روبرو میزنم دنده سه، ترمز دستی رو گرفتم معکوس میدم دنده دو. چون ماشین های دو دفت برخلاف دفت عقبا سری قدرتشون کم میشه موقع دریفت و شما سری باید معکوس بکشین. نگاه کن چه جوری داره میکشه دوباره ترمز دستی. خیلی یعنی اینجوری روش. نگاه کن من ترمز دستی رو نگه میدارم، ترمز میگیرم، سری میخواد برگرد. من دنده سه رو میدی اول، یه دنده میدی بالا، دریفت رو میکشی سری بعد معکوس میدی، برمیگردی دنده قبلی. در واقع قبل اینکه شما ترمز دستی رو بگیری یه دنده بهش اضافه میکنی که من الان اشتباه کردم، وسط دریفت اضافه کردم و سری ماشین خارج شد از حالت دریفتش. امیدوارم که کمک کننده بوده باشه و مطمئنم، واقعا بنویسین تو کامنت ها برام، من مطمئنم که دیگه با این آموزش خیلی راحت میتونین دریفت بزنین، مخصوصا با ماشین های دف عقب. یادتون باشه دریفت اصلی، دریفت شاهکار با ماشین دف عقبه. و اگر مسابقه آنلاین رفتین و دریفتتون هر چقدر خوب بود و دیدین اول نمیشین دوم سوم میشین، اصلا ناراحت نباشین، چون افراد پلیر آنلاین معمولا ماشینای دو دف میبرن و دو دفای باگ میبرن. مورد داشتیم طرف با یه جیپ سال 1960 اومده توی ریس دریفت آنلاین و اول شده، اون ماشینای باگ، دریفت کشیدن باهاشون لذت بخش نیست، فقط برای اینه که یه اسکور بزنی. متاسفانه ماشین‌های دو دف توی مسابقه دریفت اسکور بیشتری میارن، نمیدونم چرا، به خاطر شتابشون یا چیز دیگه، ولی شما لذت ببرین از دریفت کشیدنتون. به این نگاه نکنین که میخواین اول شین، وگرنه ماشین باگ خیلی تو یوتیوب فت و فراوون ریخته. یه باگ دو دف بردارین مثلا، خدایی دلتون میاد با جیپ سال 1970 از این جیپ جنگی‌ها برین دریفت بزنین؟ من بعید میدونم. به هر حال امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. تا یک ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون.